عناوین خبری هفته. اختصاص بودجه دولت فدرال به مهاجران و پناهجویان. انفجار و تخریب 7 خانه در آنتاریو در پی حادثه رانندگی. وعده یک حزب سیاسی برای حذف بخشی از بودجه فرهنگی کانادا. استانهای آنتاریو و کبک بهترین مکان برای پرورش کودکان. انتشار سخنان متهم حمله به پیاده رو در خیابان یانگ. سرویس حمل و نقل رایگان برای نوجوانان در ویکتوریا. سلام، وقت بخیر. به کانادا 7 از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنون میشم تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید. روز دوشنبه 12 آگوست، آقای جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از اختصاص بودجه 26 میلیون دلاری به عنوان تأمین کمک هزینه برای دریافت خدمات حقوقی به پناهجویان و برخی از مهاجران به استان اونتاریو خبر داد. این بودجه قرار است بین 3 استان اونتاریو، بریتیش کولومبیا و مانیتوبا تقسیم شود. با این حال سهم استانهای بریتیش کولومبیا و مانیتوبا کمتر از 2 میلیون دلار خواهد بود. اختصاص این بودجه به استان اونتاریو از سوی دولت فدرال در حالی انجام می شود که دولت آقای فورد در طرح بودجه سالانه خود 30% از کمک هزینه های استانی مربوط به خدمات حقوقی به مهاجران و پناهجویان را حذف کرده بود. آقای ترودو ضمن اعلام این خبر از کاهش این بودجه توسط دولت آقای فورد انتقاد کرد. برخورد یک خودرو به یک خانه در شهر لندن در استان آنتاریو منجر به انفجار لوله گاز در این خانه شد و دست کم به 10 خانه آسیب جدی رساند. راننده خودرو زنی 23 ساله اهل کیچنر بود که به جرم رانندگی در حالت مستی در پی این حادثه دستگیر شد. تنها 12 دقیقه پس از این برخورد، در حالی که نیروهای پلیس و آتش نشانی در محل حادثه حضور داشتند، انفجار مهیبی رخ داد که به موجب آن یکی از خانه ها به طور کامل تخریب شد. به دنبال این انفجار پلیس 100 خانه را در این ناحیه به سرعت تخلیه کرده و برق و گاز در این ناحیه برای چند ساعت توسط شرکت های مربوطه قطع شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت. حزب سیاسی جدید آقای مکسیم برنی با نام حزب مردم کانادا از تصمیم خود برای پایان دادن به کمک‌های دولتی مخصوص اقلیت‌های فرهنگی و تمرکز بر حفظ ارزش‌ها و فرهنگ کانادایی در صورت انتخاب شدن در انتخابات فدرال خبر داد. این حزب در بیانیه اعلام کرد در یک جامعه آزاد مهاجران از حق ارج نهادن بر میراث و ارزش‌های فرهنگی خود بهره‌مندند. با این حال این حق تعهدی برای دولت کانادا در جهت کمک به حفظ این ارزش‌ها ایجاد نمی‌کند. این بیانیه با انتقادات و واکنش‌های منفی بسیاری از سوی رقبای آقای برنی از جمله دولت فدرال روبرو شد. طرح چند فرهنگی کانادا با اختصاص کمک هزینه‌های بلاعوض به سازمان‌ها و افراد با هدف مبارزه با نجات پرستی همساله با برگزاری رویدادهای اقلیت‌های فرهنگی در سراسر کانادا کمک می‌کند. شهرهای استان آنتاریو و کبک به عنوان بهترین شهرها برای رشد و پرورش کودکان در سال 2019 برگزیده شدند. بر اساس یک تحقیق که توسط مجله مکلین انجام شد، از 10 شهر برتر کانادا 7 شهر در استان آنتاریو و 3 شهر در استان کبک قرار دارند. در این بررسی اطلاعات مربوط به ثروت، اقتصاد، قدرت خرید، رشد جمعیت، نرخ جرم و جنایت، آب و هوا، دسترسی به خدمات بهداشتی و سلامت و فرهنگ و امکانات 415 شهر بزرگ و کوچک در کانادا مقایسه شد. داشتن کمترین زمان انتظار برای دریافت خدمات بهداشتی و سلامت و پایین‌ترین نرخ جرم جنایت در شهرهای کوچک از جمله دلایل برتری استان آنتاریو به سایر استان‌ها بوده است. شهرهای برگزیده این استان به ترتیب شهرهای برلینگتون، لاسال، اوکویل، میلتون، راسل، اورورا و اوتاوا بودند. به دستور خانم آن مولوی، قاضی دیوان عالی و مسئول رسیدگی به فرمانده آقای آلک میناسیان، اظهارات وی که چند ساعت پس از دستگیری به جرم حمله با خودرو به پیاده‌روی خیابان یانگ و کشتن 10 نفر تسلیم پلیس شد، در ماه سپتامبر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
وکلای آقای میناسیان ضمن اعتراض به این دستور اظهار داشتند انتشار این سخنان بر افرادی که قرار است در دادگاه وی به عنوان شاهد حضور داشته باشند تأثیر خواهد گذاشت. با این حال خانم مولوی ضمن رد این اعتراض اعلام کرد با توجه به اینکه تردیدی نیست که الک میناسیان 26 ساله روز 23 آوریل 2018 راننده خودروی ون بوده است، نگرانی در این موضوع بی مورد است. در رسیدگی قضایی این پرونده قرار است ثابت شود آقای میناسیان در روز حادثه و در حین ارتکاب جرم از سلامت روان کامل برخوردار بوده است. و در پایان نوجوانان ساکن شهر ویکتوریا از پاییز امسال می توانند به طور رایگان با سرویس حمل و نقل عمومی در این شهر تردد کنند. با این حال این طرح شامل نوجوانانی که در محدوده و اطراف ویکتوریا ساکنند نخواهد شد. هیئت تصمیم گیری در این باره با وجود تقاضای ساکنان این نواحی اعلام کرد در حال حاضر اولویت‌های دیگری برای بررسی در دستور کار دارد و رسیدگی به این موضوع در برنامه آینده نزدیک این هیئت نخواهد بود. به موجب این طرح جدید دست کم 6300 نوجوان که دارای کد پستی در شهر ویکتوریا هستند می توانند به طور رایگان از سرویس‌های حمل و نقل عمومی در این ناحیه استفاده کنند. محل تأمین بودجه نیز از درآمدهای فروش تیکت پارکینگ در این شهر خواهد بود. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا هفته آینده و یک کانادا هفته دیگر خدا نگهدار شما.